من کوششم این است که شبیه ترانه هم زندگی بکنم و بهتون بگم حتی اگر که آدم قرار باشه نقشی رو بازی بکنه، حتی اگر قرار باشه من نقش شهریار انبری شاعر رو بازی بکنم، یک جایی بند رو آب میدم، یک جایی دستم رو رو میکنم. بنابراین برای دراز مدت نمیشه نقش بازی کرد، نمیشه برای 40 سال نقش بازی کرد و اصلا این حرفه حرفه ای نیست که شما بتونید بند بازی بکنید و زیرابی برید. من همیشه در طول این سالها خطاب به ترانه سرایان داخلی این رو گفتم که از روی دست کسی ننویسید، سعی نکنید شهریار قنبری دیگه بشید، سعی نکنید اصولا دیگری بشید، خودتون رو زندگی بکنید، از تجربه های خودتون حرف بزنید، برای اینکه شما صاحب تجربه های شهریار قنبری نیستید، شما از 15 سالگی آواره این سرزمین و اون سرزمینی نبودید. من مسافرم از 15 سالگی، من تجربه های خودم رو دارم، من بر اساس تجربه های خودم حرف میزنم و از تجربه های خودم ترانه می نویسم. دیگری اگر بخواد فقط و فقط با استفاده از تصویرهای من یا با استفاده از ترکیبهایی که درست کردم ترانه بنویسه، فقط یک کپی کمرنگ از ترانه های شهریار قنبری رو دوباره وارد بازار کرده. بنابراین سفارش من به همه کسانی که به ترانه عشقی دارند این است که از روی دست دیگری ننویسید، خودتون رو زندگی بکنید، ترانه های خودتون رو بنویسید. من با کسانی که در ایران زندگی میکنند و حتی در برابر رهبر می ایستند و برای شعر دکلمه می کنند مشکل دارم، که همونها برای کامران و هومنم ترانه می نویسند، برای لس آنجلسی هم ترانه می نویسند. من مشکل دارم با این داستان. اون وقت شهریار قنبری خودش رو نمی تونه منتشر بکنه، من شهروند اون سرزمینم، شما به چه حقی من رو قلقن می کنید؟ ولی اون وقت خانم حیدرزاده که در برابر رهبر ترانه بد دکلمه میکنه آزاده که اینجا ترانه 20 بنویسه، آقای صالح علا که در مراسم قضایی در برابر آقای احمدی نژاد و رهبر میسته میتونه به نام محمد بارانی بدترین 6 و 8 تا رو به لس آنجلس بفرسته. من با این بساط خنددار مشکل دارم، وگرنه طبیعتاً خوشحال نمیشم که ترانه نویسانی در ایران ممنوع شده باشن. بله. اصلاً خوشحال نمیشم. من اصلاً خوشحال نمیشم که هیچ کس در هیچ جای زمین ممنوع شده باشه. اما در این حال متاسفم نیستم برای کسانی که در این 30 سال کار مهمی نکردن. این کار سختی آقای فرهودی. کار دشواریه. بسیارانی فقط به شب زفاف فکر میکنن، به شب ضیافت فکر میکنن و به اون لحظه‌ای که معروف شدن، عکسی، مهمانی، بطری شامپاینی، اینجوری نیست. بله. همش مشکله، همش گرفتاری داره، همش تنهایی، همش کار. من مشکلی که با هنر معاصر دارم در ایران و بیرون این است که هنرمندان ما آدم های تنبلی هستند، اصلا اهل امروز جهان نیستند، نه دیروز جهان رو میشناسند نه امروز جهان رو. کار میبره. در تمام شبها و روزهایی که همکاران من به میهمانی میرفتند من کار میکردم و کار میکنم. بله. کار سختیه، ماندگاری کار دشواریه. همینطوره، کاملا درست میفرمایید، ماندگاری کار دشواری. اجازه بدید اون منتظر بشیم برای اون شعر ندا، اگه آماده هستید اون رو برای ما بخونید. من آمادم، اشاره کردم که من این شعر رو سالها پیش از مرگ ندا نوشتم، اما امروز این شعر رو شعر ندا میدانم و شعر رو به او پیشکش میکنم. شعر اوست.
اسم شعر هست خواهرک. خواهرک، عشق از ایوان تو گل خواهد داد، سنگ با دست تو در کوچه صدا خواهد کرد، زخم از شانه تو تا سر میدان پل خواهد زد، کوچه من امن‌ترین زاویه‌اش را به گلوگاه شب زخمی خواهد بخشید و در آن هنگامه پیرهن گلدارت بیرق افراشته پیروزی است. خواهرک، کوچه نجابت را در پارگی پیرهنت می داند و زنی پیرتر از میدانها با نفسهای گه خورده به بغض جامعت را سوزن خواهد زد. خواهرک، عشق از ایوان تو فواره گل خواهد زد و در آن هنگامه در خم هر کوچه با تو باید نان پیروزی آغسمت کرد. خواهرک، نور چه نزدیک چه دور، دست آخر سهم دستان تو را خواهد داد. خواهرک، سینه فردای تو شیرافشان باد. انقلاب همیشه که یک شکل واحد، یک شکل هولناک از آن دست که ما در بهمن 57 تجربه کردیم نداره. انقلاب یعنی زیر و زبر شدن یک جامعه. آنچه که در ایران پیش آمد بیشتر یک کار نظامی بود، شاید یک کودتا بود که دولت دموکرات شاپور بختیار رو سرنگون کرد. بله. اما آنچه که امروز پیش رو هست بیداری لحظه به لحظه مردمه و این بیداری یعنی انقلاب، یعنی زیباترین انقلاب. این بیداری به فرمان اینوان نیست و من تردید ندارم که از دولت مردان جنبش سبز خواهد گذشت. بله، تردید ندارم، برای اینکه ایران به بیداری رسیده، یعنی سکوت شکسته شده.